بسم الله الرحمن الرحیم زمینه مردم شناسی ارفانی جامعه شناسی قرآنی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه هفتاد پانصد امروز انسان اگر دارای معرفت ناب توحیدی که سالک عرفان دین محمد که دین آخر و زمان است نباشد و در این راه پیاپی از حجت ها و آیات غیبی برخوردار نشود و دائما بر یقینش افزوده نگردد قادر به حفظ فطرت انسانی خیشتن نیست و از دست می رود. 564 مجموعه آثار این جانب که یک دائرت المعارف ارفانی و به مسابی کتابی واحد در حدود دویست جلد است تنها راه نمای انسان مدرن برای خروج از برزخ و دوزخ آخر زمانی است که دین اسلام را در بیانی مدرن و جهانی و به زبان آمی بشری مدبن نموده است. و خداوند به واسطه انبیا و اولیای خود و به حمایت روحی از نزد خودش مرا یاری فرمود تا تمام عمرم را وقف تبیین و معرفی او و دینش سازم که امیدوارم رضای حق را فراهم آورده باشد 565 امروز شناخت همه جانبه ظاهر و باطن و حد و مطلع جامعه بشری عین شناخت اسلام و قرآن و دین خدا و فطرت الله است و دین حنیف و راه نجات بنده نیز از طریق شناخت مردم به شناخت خداوند و دینش نائل آمدم و نیز شناخت خیشتن خود را در مردم پیدا کردم و مردم را در خیشتن و دیدم که من عین مردم هستم یعنی چشم و نگاه مردم و شاهد مردم و نیز در کنار و به همراه شقیترین ترین و تباخ شده ترین مردم پروردگارم را در تجلیات کریمانش دیدار نمودم. و دانستم که مردم ناموس پروردگارند و اهل و ایال اویند و خانه اش را خانه مردم نموده است و خدایی جز در مردم نیست که قابل شناخت و به باشد و لذا مردم را خانواده خیشتن ساختم و خانواده خودم را هم عضوی از, از خانواده بزرگ مردم نمودم 566 آخر و زمان عرصه ظهور فطرت انسان است پس از به پایان رسیدن عرصه برونافکنی نفس اماری بشری در قلمرو رو مدرنیزم و تکنولوژیزم و دموکراسیها و لیبرالیزم نوبت ظهور نفس لبوامه و سپس نفس مطمئنه و عاقبت نفس واحده است و این عرصه پیدایش جامعه توحیدی و حکومت عدل و رحمت الهی و پیدایش بهشت نعیم خدا بر روی زمین است پس انسان بالاخره عاقبت به خیر است و خداوند به رحمت و شفاعت محمدی همه گناهان امت او را که امت آخر و زمانی بر روی زمین است میبخشد الله که ما را هم میبخشد 567 علی علیه السلام میفرماید الناس و نیام نیام به معنای خواب و غلافه است این دو معنایی که مکمل یکدیگرند کل هویت ناس درک می شود در خوابند چون بی خودند زیرا مظهر هستی در دیگران و برای دیگرانند که این دیگر بودن محض ظهور فطرت خدا در درک از سافلین است و فطرت خدا و هستی او در خود و برای خود است که ظاهرا ضد فطرت ناس است ولی اگر تجلی را دریابیم این همان است 568 مردم قلاف تیغ حق هستند که این تیغ را پنهان می سازند لذا هستی در خود و برای خود را هستی در دیگران و برای دیگران می نمایند. یعنی خداوند که ذات خود است در ناس غیر و بی خود است مگر که از نیام ناس خروج کند که این همان خودآیی و خودآگاهی و معرفت نفس ناس است و انقلابی شدن ناس به معنای قلبی شدن و خودی شدن است و این تبدیل فطرت خدا در ناس نیست همانطور که خود می‌فرماید فطرت خدا فطرت ناس است و هیچ تبدیلی در آن نیست و این است دین استوار و قائم و قیوم ولی خود مردم بر این امر آگاه نیستند 569 و اما خود آیی ناس چیست همین بیداری و معرفت بر این حق که فطرت خدایند یعنی خدا را در خود یافتن و هر که خود را شناخت خدا را شناخت 570 و مجموعه آثار ما به خود آیی ناس است و این خود آگاهی قلم ظهور حق است از وجود امام زمان 571 جهان خلقت عرصه غیر شدن خیش خداست یعنی عرصه از خود بیگانگی اوست که قایت این غیر شدگی خدا در درک اسفل سافرین و اهالی آن یعنی ناس است زیرا همانطور که خودش می‌فرماید. چون عاشق شدم بر ظهور و معرفی خیش دست به کار خلقت زدم پس جهان هستی عرصه ظهور خیش در غیر است و این همان ناس است که ظهور فطرت الله است و سنت او در عالم عرض 572 پس واضح است اگر ناس به خدایت هدف خدا از خلقت حاصل شده است یعنی ظهور خدا و این به خدایی ناس مترادف با ظهور موعود است و این همان است 573 و مجموعه آثار ما فرهنگ به خدایی ناس و زمینه ظهور حق است این آثار به خودی خود خلاقند و نه پردازی و این معنای عقل فعال در عرفان اسلامی است که جلوه ای از علم و حقیقت محمدی است 574 در مخروط جامعه شناسی عرفانی دیدیم که ناس محصور و محجوب بین منافقان و مؤمنان است چون مؤمنان از منافقان جدا می شوند. از سوی دیگر هم از بابت این جدایی ناس از مؤمنان و منافقان جدا می شود و این زمینه به خدایی و ظهور فطرت خدا از ناس است و عرصه ظهور موعود و وقوع عدل ناسی و عدل ناس یعنی قرار گرفتن ناس بر جایگاه الهی خیش که فنای در اراده حق است این راز بزرگ را دریاب که راز جامعه شناسی ظهور است و آثار ما هم جز وقوع این واقعه نیست که مؤمنان و منافقان را از یکدیگر جدا نموده و از دو ناس دور میسازد تا ناس را به خدا برد 575 پس واضح شد که طبقات اجتماعی از منظر قرآنی و نیز اقلانی و واقع گرایانه چه از دیدگاه اقتصادی و چه اعتقادی و چه قلبی و چه جنسی و چه سنی و امثالهم هم جملگی برخواست از کیفیت رابطه ی انسان با خداوند است. یعنی هویت و کم و کیف سرنوشت عملی هر فرد و گروه و طبقی در جامعه تماما حاصل نوع رابطه انسان با خداوند است پس همه طبقات نهایتا طبقات الهی هستند 576 ناس یا طبقه متوسط و کلان که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و مظهر شرک محض و بی ارادگی مظهر منطق من نبودم در امور شر و بتالت و رسوایی است و مسئولیت ناپذیری و این آشکارا بیان مکتب جبر است و جبر پذیری و جباریت پرستی و این بیان تسخیر شدگی اراده به واسطه وسواس خناس است که دو جنبه جنی و بشری دارد همانطور که سوره ناس می فرماید. پرگویی و حرافی و سخنچینی و غیبت و شایعه پراکنی و تهمت زنی که از رایجترین تفریحات سالم اکثر ناس است، عمده تبرم زمان و انرژی اضافی آنان را اشغال می کند و این وسوسه ناسی خناس است که زمینه رسوخ وسوسه اجن نمی باشد که در ازهان ناس و به طور نامرئی تلقین می شود و عمده اندیشگری ناس از این جنس است که شبان روز در خواب و بیداری و در وقت خلوت و تنهایی در ذهن جریان دارد که مستمرا اقتدار اونس و عادات و مالکیت‌های های عاطفی و نجات پرستانه را می شکند و کاهش می دهد و ایجاد جدال و ادابت و تنش مداوم می کند و این موجب حد اقل تعادل و عدالت است که کمر ظلم نجات پرستانه را می شکند. یعنی در حقیقت وسواس اجنه و ناس رابطه ای دیالکتیکی دارد و موجب تعادل نفس مشکانی جامعه است که اساس ظلم می باشد 578 باید بدانیم که اجنه انسانهای ناری فاقد کالبد خاکی هستند و در کنار و میان انسانهای خاکی زندگی می کنند و در عتش یافتن کالبتهای خاکی فاقد هویت و اراده می باشند تا آنها را تسخیر نمایند و برای مقصد خود بکار گیرند. این جنزدگی یا جنون در درجات و شدت و هدت و تعمق گوناگونی در کل ناس حضور دارد که در برخی به تمام و کمال رخ می نماید و این افراد رسما دیوانه نامیده می شوند. 579 امروز رونق و توسعه تیمارستان ها و آسایشگاه های روانی و مطب‌های های روان پزشکی و رواندرمانی و همچنین دکان های رمالی و جنگیری در سراسر جهان بی سابقه است و داله بر رشد روزافزون جن زدگی در عصر تناسخ تکنولوژیکی است که روح آدمی جذب کالاهای تکنولوژیکی شده و کال بدش بی صاحب و بی اراده برای تصرف عجن بر جای می ماند. 580 بیماری اسکیزوفرنی یا دو شخصیتی که در عصر جدید قوقام می کند یکی از انواع جنزدگی است. جنون ادواری نیز نوع دیگری از آن است، همچنین وسواس به آب که یک بیماری فراگیر جهانی شده است که داله بر حضور جن در فرد وسواسی است زیرا جن از آتش است و در کالبد آدمی دچار ناراحتی می شود و شدیداً محتاج آب می گردد. اینها انواع حاد و شدیدتر جنزدگی می باشد و گونه دو شخصیتی در طیف گوناگونی اکثریت قریب به اتفاق توده عامی را شامل می شود که هنوز کما بیش تحت کنترل می باشد و فرد بر آن تا حدودی آگاهی دارد ولی این هویت دوگانه در ازدواج هاست که بر ملا می گردد و این یکی از علل طلاق های زود است. 581 باید درک کرد که در عصر مدرن کالاها و فرابرده تکنولوژیکی قدرتمندترین عوامل از خود بیگانگی و جن زدگی انسان مدرن هستند که کامپیوتر در رأس این تناسخ قرار دارد. و تقریبا همه افراد کامپیوتر زده دوچار این دو شخصیتی مذکور میباشند که گاه کارشان به تیمارستان میکشد و خودکشی 582 و اما انسانی همچون زن فاقد همسر یا پدر یا مادری که تحت بلایت او باشد در خطر ابتلای به وسواس خناس و خاص از نوع جنیش است. چرا که به لحاظ خلقت ازلی و تکوینی از بطن آدم پدید آمده و لذا به خودی خود بی حفاظ است همچون روحی فاقد تن و موجودی فاقد خانه و سرگردان و در به در این است که همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم زن هسته مرکزی نس و ناس است و لذا هستی مرکزی جذب وسواس خناس می باشد و این است که فرزندانی که تحت تربیت و ولایت زن و خانوادی زن سالارند بی اراده ترین و جنی ترین حوییت ها را میابند که در فرهنگ ما موسوم به بچه ننه هستند که مظهر مسئولیت ناپذیری میباشند. پانسد و این است که زن در خلبت و تنهاییش بسیار شدیدتر از مرد در خطر ابتلای به امراض روانی است که همان جن زدگی های گوناگون می باشد 585 این ضعف وجودی زن داله بر حقانیت و وجود ذاتی بلایت پذیری نسبت به مرد خیش است که در غیر این صورت بی تردید یا مبتلای به فحشا و روس بیگری می شود و یا انواع امراض روانی و جنزدگی. 586 وقتی از جنزدگی سخن میگوییم به زبان ساده همان عقل ناپذیری حتی در حد عقل حیوانی و غریزی است و فقدان عقلانیت در عصر ما از ویژگی افسون جهانی این دوران است به شرط آنکه عقل را با فرمول ها و قراردادهای علمی فنی اشتباه نگیریم 587 کافران آشکار و منافقان عمدتا مبتلای به شیطان زدگی هستند و لذا از منیت و قدرت اراده قبی تری برخوردارند چرا که شیطان فرستاده خدا به سوی متکبران و گناهکاران حرفی است پس حامل اراده ای از نزد خداست ولی اجنه دارای چنین رسالتی نیستند و لذا اکثر ناس مشرک دچار بلا ارادگی و سرگردانی و جبر پرستی و ارباب پرستی و تناسخ آشکارند و از آنجا که اجنه انسان آتشینه فاقد کالبد خاکی هستند ولی دارای نفس بشری می باشند و در رسوخ به انسانها و همزیستی با آنان دارای امیال و اعمال و حالات شبه انسانی هستند و لذا جن زدگی به این زودی تشخیص داده نمی شود و فقط در مراحل پیش رفته که تمام نفس و ارادی او را تصاحب می کند معلوم می گردد. همانطور که اجنه نیز همچون انسان دارای کفر و ایمان و معاد و حساب و کتاب هستند 588 تفاوت دیگر شیطان زدگی و جن زدگی این است که شیطان شریک وجود و اراده انسان نمی شود بلکه به او مشاوره می دهد و اراده خود را در اراده انسان دخیل می کند و همچون وزیر او عمل می کند و لذا در انسان شیطان زده رخ نمی نماید. ولی اجنه شریک وجود و ارادی بشر می شوند زیرا از جنس نفوس بشری هستند و لذا موجودیت فرد را در هم می ریزند و نظم فکری و عملیش را مختل می کنند و به سرعت خود نمایی می کنند زیرا عاقبت تمامیت ظرف وجودی بشر را به تصرف خود در می آورند. 589 شیطان تقویت کننده و حامی و برنامه دهنده نفس اماره و کافر بشر است و صفات کافرانه را رونق و شدت می دهد مثل هرس، بخل، ادابت، تکاسر، رزالت، سلطگری و غیره ولی اجنه مختل کننده عقل و اراده و نظم و حافظه و شعور ابتدایی بشرند و در اصر مدرنیزم شاهد رشد روزافزون این هر دو بچه تناسخ بشری در سراسر جهان هستیم. جنون در طبقات پایین و شیطنت در طبقات بالای جامعه. 590 برای اکثر ناس مبتلا به شرک، و بی ارادگی و جبر پرستی و عدم پذیرش مسئولیت سرنوشت خیش عبادات دینی امری از سر ترس از دوزخ و شوق بهشت است که آن هم ریشه در قلوبشان ندارد و اساسا پدیدهای ای موروسی ذهنی است زیرا فعالیت های قلبی انسان است که عبودیت حقیقی و وجودی او محسوب می شود و برای اکثر و ناس مذکور آنچه که در فرهنگ دینی اکثرا فسق و فجور نامیده می شود در حکم عبودیت است مثل مستی و تخدیر و ساقیگری و رقاسی و عشق ورزی جنسی و رفیق بازی و جوانمردی و ایاری و لوتیگری و امثال هم که این امر در هر فرهنگی موضوعیت و ویژگی خود را دارد مثل سامورایی گری در ژاپن و پهلوانی و لوتی گری در ایران و هیپی گری در اروپای جدید و فرهنگ کابوی در آمریکا و غیره این عرف است که به موازات شر در همه مذاهب بشری کما بیش حضور داشته است و در عصر مدرن بسیاری دچار انقراض شده و برخی تغییر فرم داده است. 591 در که فلسفه عرف که ما آن را عرفان عرفی نامیده ایم بخش مهمی از علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که به ندرت مورد توجه علمی قرار گرفته است. اورف به طرز عجیبی ریشه در شرع دارد و به زبان بهتر باید گفت که ریشه در فطرت دینی و دین فطری بشر دارد که چه بسا در طول تاریخ دارای ماهیتی ضد شرع هم گشته است 592 در فرهنگ ایرانی فقط عارفان بودند که به اسرار عرف مردم عامی توجهی جدی مبذول داشتند و از آن رگ و ریشه های عرفانی استخراج نمودند که بسیاری از حکایات عرفانی ما در آثار عطار و مولوی از این نمونه اند. 593 با اندک دقت و تعملی در ارکان و مسائل و باورهای عرفی اقوام بشری در که عرف مردمان دارای هویت دینی تر از شرع مسخ شده و اکراهی آنان است. یکی به این دلیل که مراسم و رفتارهای عرفی قلبی تر از شرعی در آمی مردم است. و در این نوع آداب احساس معنوی و قدسی و قیبی قوی تری دارند و دیگر اینکه در اجرای عرف صداقت و جدیت بیشتری دارند و سوم که همه پیامبران صاحب شریعت احکام شهر را بر عرف مردم بنا کرده اند و اکثر امور عرفی مردم را تصدیق یا اصلاح نمودند و به ندرت امری را به کلی نفی نمودند این بدان معناست که عرف همان شریعت نهادینه و قلبی شده در بشر است که البته در طول تاریخ دچار انحرافات و دگردیسی هایی هم بوده است و اساساً آنچه که فرهنگ مردم نامیده می شود بر عرف استوار است و همان عرف است و عرف ماندگارترین جنبه از فرهنگ و معنویت بشری است 594 باید درک نمود که هر یک از طبقات اجتماعی عرف خود را بسته به توانایی اقتصادی به اجرا در می آورند که البته ریشه در هویت اعتقادی قلبی آنان دارد و این مسئله نیز موجب شده که بسیاری از باورها و اعمال عرفی در چهارچوب طبقه خاصی دچار تغییر صورت گردد به بیان دیگر طبقات اقتصادی، صورت بیرونی و روبنایی طبقات اعتقادی هستند. 595 عرف دین قلبی و عبادی اهل شرک و کفر و نفاق است. ولذا این اکثر و ناس یا به کلی فاقد شریعت در زندگی عملی خود هستند و یا آن را فقط برای مصالح اجتماعی و از روی ریا و اکراه انجام می دهند. 596 قلب آدمی فقط کانون حیات حیوانی و خاکی نیست، بلکه در لایه های زیرین خود حامل حیات روحانی و عرفانی و ماورای طبیعی است و لذا هر تحرک و جنبش و فعالیت قلبی از جنس عبودیت و معنویت و حس ابدیت است که در مؤمنان به نور ایمان این فعالیت رخ میدهد و در غیر مؤمنان به واسطه میگساری و عشق ورزی جنسی و رفیق بازی و رقص و موسیقی و لوتیگری ها و امثالهم هم به فعل می آید که البته دو نتیجه کاملا متفاوت و بلکه متضاد حاصل می آید با دو جهان متفاوت از ادراک و احساسات و تجربیات با این تفاوت ذاتی که این جنبش قلبی در مؤمنان اهل معرفت به صورت تجلی نوری رخ میدهد در حالی که در غیر مؤمنان به واسطه مستی های تصنعی که از بیرون وارد می شود به صورت برون رفتاری بروز می کند. 597 اصلا خود مستی و رقاصی یکی از مهمترین عرف تسکیه کننده و زداینده سقل قلب در کافران و مشرکان است که سقل و سنگینی دل را برونفکنی می کند و این بخشی از عبادات خاص کافران می باشد. به همین دلیل در جوامعی که افراد و اخشار کافر امکان این عبادت کافرانه را نداشته باشند دچار انواع امراض روانی از جمله افسردگی شدید می شوند و از حیات روزمره ساقط می گردند. این نکته را دریاب که عبادات شرعی برای این جماعت همان مستاق فویل للمسلین است. 598 فلمسل در جوامعی که کفر حاکم است و اکثر مردمان قلبا کافرند اگر میخانه ها و رقاس خانه ها تعطیل شوند دچار رخبت و افسردگی و جنون و جنایتی آنی و انفجاری خواهد شد و سقل قلب را به روش های دیگری برونفکنی خواهد کرد که موجب فروپاشی جامعه می شود. همانطور است که اگر جامعه‌ای غیر مؤمن به زور مجبور به رعایت حجاب مؤمنان شود 599 این است که خداوند در کتابش می‌فرماید که آنچه که برای مؤمنان خیر و پاک و نیکوست برای کافران شر و ناپاک و مزر است و بالعکس آنچه که برای مؤمنان عبودیت و تسکیه کننده و آرام بخش است برای کافران اثری معکوس دارد این است که خداوند بر نمازگزاران صحوی و ریایی فریاد میزند زیرا غیر مؤمنان نمی توانند عبادت قلبی داشته باشند زیرا قلوبشان سنگ و مرده و قفل شده است و لذا نمازشان صحوی و ریایی می شود و برزش و رقصیدن اینان مفیدتر از عبادات شرعی به حالشان است و از این رو جهانی شدن ورزش و رقص و میگساری و بیهجابی و برهنگی و امثال هم را بهتر درک می کنیم و این به معنای قطبی شدن کفر و ایمان است و بر افتادن شرک و نفاق و نیز باید دریافت که امور معرفتی حاصل هیچ حکم اخلاقی یا شرعی خاصی برای عامه مردم نیست و هر کسی خودش به واسطه کسب معرفت بهتر می داند که چه کند و چه نکند و فقط مؤمنانند که از معرفت خود پیروی می کنند زیرا صاحب قلبی زنده و مرید هستند و ما بقیه مردم را گویی که قلبی نیست قرآن یعنی اراده ای نیست 601 امروزه در سیطره تکنولوژیزم و مدرنیزم که فرهنگ جهانی آن است همه مرزها و تفاوتهای فرهنگی اقوام و مذاهب بشری در نبر دیده می شود و تنها تفاوتی که باقی می ماند که آن هم امری جهانی است حاصل تفاوت طبقات اقتصادی مالی است که امری صرفاً کمی و مصرفی می باشد و نه کیفی و ماهیتی یعنی تفاوت ها فقط برخواسته از قدرت مالی است و بس و تنها تفاوت کیفی و ماهیتی مربوط به افراد مؤمن اهل معرفت است که حتی به ندرت تشکیل یک گروه یا قشر نازکی را در جامعه می دهند 602 و اما نکته بسیار مهم دیگری که درباره آخر و زمان لازم به ذکر است این است که در آخر و زمان ایمان حقیقی و قلبی فقط حاصل جنبش و احیای دین فطری و فطرت دینی به واسطه معرفت نفس و عرفان توحیدی است و لا غیر امروز دیگر ایمان موروسی و تربیتی و آموزشی کار کردی ندارد 603 امروزه به باسته رسوخ روزافزون تکنولوژیزم و مدرنیزم در قلوب آدمی حتی به ندرت میتوان شاهد فطرت دینی مربوط به سن نوجوانی بود که امری طبیعی است. به همین دلیل مذکور چه بسا شاهد پیدایش نسلی مادرزاد کافر و شقی خواهیم بود به دلیل نفوذ انواع امواج الکترومغناطیسی که شبانه روز از طریق ماهواره ها بر روح مردمان میبارد و تا اعماق سلول های مغزی جنین و نوزادان رسوخ میکند و نیز به دلیل تبهکاری های مادران باردار و رسوخ انواع پلیدیها و فحشا در روابط جنسی و آثار انواع مخدرات و داروهای روانگردان بر جنین کودکان و امسالهم. 604 آنان که این حقایق و گزارشات را افراطی و بدبینانه و سیاه نمایی می به راستی در خوابند و یا سر خود را زیر برف کردند تا احساس ایمنی کنند. و تا این سیل خانمان برانداز و انسان کش در خانه و سرنوشت خودشان رخنه نکند بابرش نمی کنند 605. متاسفانه هنوز اکثر مسلمانان و بلکه علمای دینی آخر زمان را امری مربوط به آینده ای افسانه ای میپندارند و این داله بر خواب عمیق و عتیقی است که بر مسلمین سایه افکنده است که بخشی از این اقما حاصل بوی نفتی است که شامه مسلمانان و خاص اعراب را کرخت کرده است که هنوز در رؤیای بهشت دموکراسی و پیشرفت و مدینه فاضله تکنولوژیکی هزیان میگویند و برخی هم در سودای قدرت شدن پس از افول آمریکا دلخوش داشته و مشاعر خود را از دست دادهاند. و به لحاظ غربی ها از ما مسلمانان هوشیارترند و از زلزله و سونامی اخیر ژاپن به خود آمدند و ما هنوز قرب به مسلمانی ادعای خیش مرگ و آخر الزمان را فقط برای دیگران میدانیم 606 اصلا در کبابر آخر و زمان خود مستلزم ایمانی راسخ و معرفتی یقینی است و منافقان و مشرکان حتی با دیدن قیامت کبرا هم میگویند این هم یک گرد و قبار فصلی است و اصلا شاید کار کار انگلیسی ها باشد 607 این جانب حدود پانزده سال پیش بسیاری از علائم قیامت در قرآن کریم را در رویا و برخی مکاشفات و مشاهدات غیبی به عین دیدم و بر این پندار بودم که خداوند این آیات را در آفاق جهان به بنده اش نمایانده است تا حقش را درک و تصدیق نماید ولی به تدریج متوجه شدم که مسئله بسیار فراتر از این امر است و همه آن مشاهدات غیبی به طور عینی در جهان ما در حال وقوع است و بدین گونه بالاخره این آیه مکرر در قرآن کریم را باور کردم که از تو درباره قیامت سوال می کنند بگو هران در راه است 608 وقتی از شرک سخن میگوییم منظور شراکت در جرم و ظلم و گناه است و ادابت بر سر حق و راستی است این اساس روابط اجتماعی یک جامعه مشرکانه است مثلا در یک خانواده مشرک همه اعضای خانواده بر سر اعمال نادرست یکایی یک که اعضایشان اشتراک نظر دارند ولی اگر یکی از اعضا سمت و سوی توحیدی و برحقی پیدا کند همه اعضای خانواده بر علیه او وارد می شوند و با وی اداوت می کنند این قاعده در کل جامعه شرک حکم فرماست یعنی در شرارت متحد و در عدالت و راستی هم متفرق و در ادابت هستند 609 آدمی اصولا در باری اعمال نادرستش در جستجوی شریک است و این اساس و انگیزه شرک در انسان است و اگر اصر مدرن اصر حاکمیت جهانی شرک است به دلیل خروج بشر از قلم رو به فطرت دینی و اخلاقی است که این شرک جهانی به سرعت به سوی نفاق و شقاق می رود و به فروپاشی می رسد و هر کسی را در خیشتن محبوس و محصور می سازد. و این تنهایی جبری حاکم بر انسان مدرن است که او را مجبور می کند تا مسئول همه اعمال خود باشد و این امر می تواند زمینه بیداری و به خدایی آخر و زمانی گردد 610 پس در حقیقت شرک روش ظلم و شرارت بشر است و لذا مشرکین همان ظالمین هستند و شرک به عنوان یک فلسفه و روش اندیشگری معلول اراده به شرارت و ظلم است زیرا آدمی نمیخواهد مسئولیت اعمال بد خود را بپذیرد پس شرک روش گریز از مسئولیت اعمال و سرنوشت خیشتن است پس نیکوکاری و توحید در یک سو قرار دارد و شرارت و شرک هم در نقطه مقابلش 611 اگر خدای مشرکان خدایی برون از قلم رو به حیات و هستی ایشان است به این دلیل است که او را شاهد بر شرارت خود نمیخواهند و لذا او را در آسمان تبعید می کنند در اندیشه خیش. ولی آنگاه که در اعمال و زندگی خود دچار ابطال و شکست و رسوایی میشوند خداوند را مسبب سرنوشت خود میخوانند و بدین گونه شرک با خدا رخ میدهد و این روانشناسی شرک است که عین روانشناسی ناس میباشد 612 پس مشرکان سایر مردم را شریک اعمال ظالمانه خود می کنند و خدا را شریک ناکامی در سرنوشت ظالمانه خیش و این دروی سکه شرک است که البته در مردمان موسوم به عشق و عاطفه و ایثار است 613 پس درک می کنیم که اندیشه شرک اندیشه سراسر مکارانه و حیلگرانه است. ظلمی که لباس عشق و عاطفه و ایثار و تشریک مسایی و وحدت پوشیده است. و این است که مشرکان دین خالص را عین بیاتفگی و بیرحمی و شقابت و بی تفاوتی و بی مسئولیتی نسبت به دیگران می دانند و تکربی و کبر این است که مثلا علی علیه السلام را متهم به کبر و تکربی و خودخواهی می کنند آن اعضای شورای صقیفه 614 این است که خداوند در کتابش خطاب به مشرکان میفرماید که اگر در آن روز یعنی قیامت بگویید که مسبب اعمال ظالمانه و سرنوشت شوم ما والدین و خواهران و برادران و همسایگان و معلمان و فرزندان و رهبران و عمه و دایی و خالب و عمو هستند از شما پذیرفته نمی شود چون دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید. و این آشکارا ابطال و غیر قابل قبول بودن جبر وراست و نژاد و جبر جامعه و آموزش و جبر حکومت است. این همان ابطال منطق دموکراتیک و سوسیالیستی و مردم سالاری و آبروداری و عاطف بازی و عشق و ایثار و امثالهم هم می باشد که آمی مردمان برای توجیه ظلم و بدبختی خود بدان متوسل هستند تا از بابت ظلمی که کرده اند طلبکار هم باشند و مسئول سرنوشت خود نباشند. همانطور که معمولا والدین خود را خدا و فنای فرزندان خود می دانند و فرزندان هم بدبختی خود را به گردن والدین و حکومت و جامعه و زمانه و امثالهم هم می اندازند. این فلسفه شرک است که در نزد خدا دروغ است. 615 در حقیقت خداوند در کتابش همه انواع فلسفه های اصالت را باطل و دروغ می شمارد خاص فلسفه مشیت الهی را به عنوان مسبب همه بدبختی های بشری خدا به شما ظلمی نکرده است بلکه خودتان به خود ظلم کرده اید قرآن 616 آری خداوند خیر و شر و پاکی و ناپاکی هر دو را در نفس بشر نهاده و او را در این انتخاب مخیر ساخته است و آنکه خیر و پاکی را برگزیند آنگاه خداوند او را در همان سو هدایت می کند و آن کس که شرک و ناپاکی را گزیده در همان سمت راهش می برد. و این است که می‌فرماید خداست که هدایت یا گمراه می کند منتها به انتخاب بشر خداوند اجابت کننده انتخاب انسان است و انسان هم جز انتخابش نیست و کیفیت و حقیقت وجودی اکثر و ناس همین گریز از انتخاب بین خیر و شر و پاکی یا ناپاکی است و این یعنی شرک شراکت و اختلاط و التقات بین خیر و شر و پاکی و ناپاکی و کفر و ایمان و حق باطل و میگویند که نیک و بد مساوی و یکسان است و این اساس برابرسازی خواست که امروز تحت ایدولوژی لیبرال دموکراسی تبیین می شود. 617 انتخاب نکردن عین اختیار و اراده ناپذیری است و این اساس وجود ناپذیری است و این هویت وجودی اکثر الناس است که دارای موجودیتی برزخیند و لذا طبق قول قرآن با مرگشان به برزخ وارد می شوند که وضعی بین بود و نبوده است زیرا اختیار و انتخاب حق وجود است و اختیار و آزادی انتخاب در دین خدا حتی برتر از خود دین است و این است معنای لا اکراه فی الدین. به زبانی دیگر آن راه و روش از زندگی که در آن اکراه و ریا و اجبار باشد دینی نیست با توجه به این حقیقت که دین دارای دو راه است کفر و ایمان دوزخ و بهشت یعنی انتخاب آزادانه کفر در دین است ولی انتخاب نکردن یا انتخاب جابرانه از دین خارج است یعنی از راه رشد خارج است و لذا قرآن کریم میزان رشد را لا اکراه فی الدین قرار داده است متعاقب آیت الکرسی که در واقع آیت الکرسی مقدمی این میزان است و همه آن اسماء الله بنیاد لا اکراه فی الدین می باشند 618. و اما عصر مدرن به لحاظی عصر قوقای آزادی خواهی بشر مدرن است آن هم در دوره ای که بشر دارای بیشترین حد از آزادی عمل است و لیبرال دموکراسی مذهب مدرن تلقی می شود که بر کل جهان حکم فرماست 619 چرا بشر در دوره ای که بیشترین آزادی عمل در تاریخ را تجربه می کند دوچار اشد اسارت و خفقان و احساس بی ارادگی شده است این است از اممل مسائل جوامع مدرن 620 همه انقلابات عصر جدید انقلابات آزادی خواهانه هستند و عصر مدرن عصر انقلابات است چرا؟ این تناقض عظیم از کجاست؟ 621 انسانی که از انتخاب گریزان است پس به واسطه آزادی های هرچه بیشتر فقط بی انتخابی و بی ارادگی و اسارت و بازیچگی را تجربه و دریافت می کند آیا نه این است؟ این نکته را دریاب تا از جنون آزادی خواهی و دموکراسی نجات یابی. 622 در اینجاست که به قول مولانا از قضا سکنجبین سفراف حضود یعنی آزادی موجب اسارت می شود و انقلاب موجب ضد انقلاب می شود این نکته را دریاب تا فلسفی انقلابات عصر جدید را دریابی و دست از انقلابی گری برداری و خودت را منقلب کنی و از شرک و وسواس ناس و خناس برهی و وجود پذیر شوی 623 همه این ویژگی ها و صفات به ظاهر زد و نقیزی که در باری ناس گفته شد اگر از چشم معرفت توحیدی بنگری جریان واحد و همسویی خواهی یافت و البته برای تکمیل فهم جامعه شناسی ارفانی قرآنی مطالعه کتاب ارفان تاریخ از این جانب نیز ضروری است 624 بی تردید مردم شناسی حقیقی و کامل مستلزم خداشناسی و خودشناسی کامل است زیرا معرفت حق و معرفت خلق دو بچه یک واقع است زیرا خلق مظهر اراده حق است در سلسله مراتب تجلی و ظهور و بروز و شناخت حق در خلق قایت و جامعه همه شناخت هاست زیرا به مسابه شناخت علل الیین است در اسفل سافرین. 625 از آنجا که ناس پدید ای تاریخی و زمانمند و دهریست در که فلسفه حقیقی تاریخ به مسابه روی دیگر فهم جامعه است. 626 و اما در آخر زمان این بی وجودی و بی ارادگی فضاینده ناس مجهز به شیطانی ترین توجیه و تقدیس می شود که ارفان نامیده می شود که امروز انواع آن را در سراسر جهان شاهدیم که با توسل به برخی از معارف و اشعار و شعارهای توحیدی به تقدیس و پرستش آشکار ابلیس می انجامد که در برخی از کشورها خودنمایی کرده است. پس باید دانست که آنچه که در این مسلک های دجالی خدا نامیده می شود این ابلیس است و آنچه که ارفان خانده می شود این جنون و تسخیر شدگی شیطان نفوس مردم است که حتی دعوی وحی و الهام و کشف و شهود هم می کند که چه بسا درست هم هست ولی این الهامات و مکاشفات ابلیسی است همانطور که در قرآن کریم میخوانیم که شیطان هم به پیروانش وحی می کند و باید دانست یه واضح ترین فرق بین عرفان روحانی و عرفان شیطانی همان فضائل دینی و احکام شرع است و عارف حقیقی کسی است که فنای در ارادی حق است و دجال هم فنای در ارادی ابلیس است و این دو فنا و بی ارادگی فردی است که آن یکی را مظهر اسماء و صفات الهی می کند و این یکی را مظهر صفات ابلیسی 627 عارف و ناس هر دو بی اراده اند ولی این کجا و آن کجا و این است راز سنخیت و تشابهی که مردم عامی با یک عارف دارند فقدان اراده فردی عارف بین خود و خدا خدا را برگزیده است ولی مردم بین خود و خدا انتخابی نکرده و پنداشته که هر دو را تو امان و مخلوط برگزیده اند و لذا عارف به اراده حق ملحق شده ولی مردم بی اراده مانده اند